من فقط باید اون کامپیوتر اون بالا چیز رو نگاه بکنم. بله دیگه. بله. خب اجازه بدید که درودی داشته باشیم خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بیبانی هستم در این آخرین روز دیگه، سیومین روز است از دهمین ماه در پانزدهمین سال از سومین هزار. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دست بزرگوارانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسن. همونطور که روی صفحه اول وبسایت ملاحظه میکنی، تلاش بر این است که برنامه های روز بعد رو در اونجا قرار بدهیم. اطلاعیه ها و اعلامیه ها رو هم سعی میکنیم که تا اونجایی که ممکن باشه در صفحه اول قرار بده. و همونطور که برز رساندم، دیروزم همینجا در آخر برنامه مطلب رو متذکر شدم، برنامه جدیدی رو آغاز میکنیم، نامش رو هم گذاشته ایم به دنبال نور یا به دنبال آفتاب. در حقیقت اسمش هست به دنبال آفتاب. و به دنبال آفتاب به لحاظ این که آفتاب نور است و روشنایی است. و این برنامه یه برنامه است، ویژه برنامه است که اختصاص دارد به موضوع تاریخ، علی خصوص تاریخ معاصر. و تو این زمینه از یار نازنینمون، میهنیار عزیزمون، آقای رحیم حدیدی ماسوله، میگه اگر ماسوله رو از اسم من حذف کنی من تمام میشم، من هیچ چی نیستم، همه عشقم فقط ماسوله است. او که در جوانی در چپ ایران خودش رو جمشید ماسوله معرفی میکرد و معروف بود به جمشید ماسوله، در حقیقت از اونجا داستان آغاز میشه. ولی من چون باورم بر این است، این جزء باور قلبی من است که سه عنصر تاریخ و جغرافیا و ادبیات، این سه عنصری هستن که جامعه رو عقب میبرن یا جلو میارن. و بارها به این داستان تکیه کردم، وقتی روی این موضوع حرف میزنم من به توده مردم، به عموم مردم کار ندارم، من راجع به الیت جامعه دارم حرف میزنم، راجع به شما دارم صحبت میکنم. و اگر تاریخ رو غلط به ما بگن، اغراق بکنن، دروغ به ما بگن، باز هم ما رو گمراه کرده و مشکل ما در همین دروغ و اغراق هاست. به همین دلیل از آقای رحیم حدیدی خواهش کردم که آقای حدیدی ماسوله که کمک کنه به ما و بریم یه قدری راجع به تاریخ معاصر حرف بزنیم و ببینیم که چه جریاناتی وجود داره در تاریخ معاصر ما. یعنی وقتی میتونیم هی بریم عقبتر، میتونیم بریم به پیش از اسلام، میتونیم بریم به دوره ماتا و پارتا، بریم به دوره سکاها، سوخها، ولی کمکی فکر نمی کنم بکنه. اون یه بحثیست به اسطوره شناسی، اون چیزی که امروز مناسب رجوع شرف زنیم همین 150 سال گذشته است. و اینکه دو جریان ملی، میهنی و مذهبی که تو دل از میون هر کدوم اینا وقتی به بحث عدالت اجتماعی میرسه بحث سوسیالیسم و مارکسیسم مطرح میشه، بریم ببینیم که چه وقایعی رو مهم میدونه آقای رحیم حدیدی ماسوله. من به شما درود میفرستم آقا، پرسش نخواستم، ضمن سپاس و تشکر از حضور در برنامه و اینکه امیدوار باشیم که این برنامه ها تداوم داشته باشه و بتونیم از دانش و معلومات شما استفاده کنیم. هم بپرسم که مهمترین نکته ایره که میتونیم بهش اشاره بکنیم در ماجرای دوران مشروطه و تحولاتی که در مشروطه به وجود اومد، به چه نکته‌ای شما اشاره میکنی؟ آیا مذهب نقش پررنگ داره؟ عرق ملی داستانه؟ اونجایی که اصلا هنوز وطن و میهن و این تعاریف علمی امروز معنا نداشته،
این چه زمینه‌هایی باعث رشد و پرورش اندیشه مشروطه در ایران شد؟ خوشحال میشم که در این زمینه نظر شما رو بشنوم تا از میون فرمایشات شما بتونیم که سوالاتی رو انتخاب بکنیم. دوستانم اگر تمایل داشته باشن اکنون میتوانن با ما تماس بگیرن و از طریق تلفن یا ایمیل سوالاتشون رو مطرح کنن. بفرمایید. درود به شما بهبهانی گرامی و درود به بینندگان تلویزیون میهن تیوی. من سپاسگزارم که دعوت کردید که بیام در برنامه شما به شکل سلسله گفتار در پیرامون تاریخ معاصر صحبت کنم. و بحث بخشی را که این هفته من انتخاب کردم، متاسفانه سوالی که شما طرح کردید پیرامون مشروطیت نیست. این هفته حتی تا دو سه هفته من برخوردم به پیام انجمن زندگی، زیستبوم و آزادی در پاریس که اونجا جلسه ای را مطرح کردند که پیرامون جایگاه افکار آیت الله خمینی در جامعه و سیاست در ایران، نظرات آیت الله خمینی در آثارش از کجا سرچشمه می‌گیرند و چه تأثیری بر جامعه و نیروهای سیاسی گذاشت. بعد جامعه شناس که مدیریت این برنامه را داره و فردا در پاریس برگزار میشه، آقای جلال ایجادی، می‌نویسه که ایدئولوژی خمینی به عنوان ادامه شیعه‌گری نتایج زیانباری در جامعه به وجود آورد که نیازمند یک تحلیل عمیقه. این ایدئولوژی احزاب و سازمان‌های سیاسی را شیفته خود نمود و قدرت سیاسی را به دست گرفت. حال پرسش این است که در عصر مدرنیته صعود خمینیزم و پیروی نیروهای سیاسی چگونه امکان پذیر شد؟ آیا نخبگان و نیروهای اپوزیسیون شاه آثار خمینی را خونده بودند؟ چرا نقد ایدئولوژی دینی خمینی در ایران صورت نگرفت؟ محمد حسین صدیق یزدی، اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه، موضوع صحبتش است پویش در مبانی تاریخی ولایت فقیه روح الله خمینی. و دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران، موضوع سخنرانیش هست جامعه سیاسی بسته و بی‌محتوایی جامعه روشنفکری. من اگر شما اجازه بدید بهبهانی گرامی عزیز که ما پیرامون خمینیزم بریم چند هفته و 100% مبانی شکل‌گیری مشروطه و اونا رو هم دنبال خواهیم کرد. اگر توافق داشته باشی ما در همین زمینه شروع بکنیم. جز تسلیم و رضا کوچاره‌ای. بفرمایید. من صحبت ما با گفتاری از در آغاز ببخشید میخوام نشون بدم جناب بهبهانی، فقط به عنوان نمونه میخوام نشون بدم که کارم چطوری هست. این فایل هایی را که شما و بینندگان میبینن، این پرمایی را که میبینن، بیش از 30 پرم از این مدل دارم که تمام این چند تا نمونه نشون میدم. همه این یادداشت ها از منابع متفاوت دست نوشته است، یعنی محصول کار به راحتی 26 سال سپری شده به تدریج. بنابراین چیزی را که من ارائه میدم همش با اسناد و مدارک و بنجخ داره پایش قضیه.
و به هیچ وجه نمیتونم بشینم به راحتی حرف بزنم. به باور من پژوهش و تاریخ نگاری باید متکی باشه بر اسناد معتبر. و شروع میکنم با گفتاری از شهید قلم سعیدی سیرجانی که پیام من در همین گفتار هست. سعیدی سیرجانی در کتاب ضحاک ماردوش می نویسد: به خاطر داشته باشید که شاعر و نویسنده واقعی قبل از هر چیز اهل فکر و بصیرت است و مشتاق انتقال فکر و عرصه پیامش نه چون نقالان قهوه‌خانه و بازیگران سیرک سرگرم کردن خلایق و گذراندن عمری و کسب معاشی. بشکند قلمی که بی احساس مسئولیت در مقابل وجدان و تاریخ و نسل‌های آینده بر صفحه کاغذ لغزد و بخشکد دستی که از حرکتش نفعی آید اذهان بیداد و دلهای مشتاق نگردد. من بر این باورم که تاریخ نگاری یا بررسی تاریخ معاصر یا پژوهش باید بر حقیقت و استوار باشه. و اون چی که الان میخوام مطرح بکنم به شکل سلسله گفتار من اینا توضیح خواهم داد. و اون اینی که حکومت فقها همین 37 سالی که حکومت فقها جمهور حکومت اسلامی روی کاره، بر این باورم که در بستر دو تاریخ نگاری مارکسیستی توده‌ای و اسلامی شکل گرفت و به نتیجه رسید. این دو تاریخ نگاری توده‌ای و اسلامی هم ضد ملی بود، هم ضد حقوق بشر بود و به خصوص ضد زن بود در پراتیک اجتماعی. تأکید میکنم که همه گرایش هایی که به نوعی خود را به مصدق منصوب کردن از نظر به لحاظ نهضت آزادی، مجاهدین و همه گرایشات مذهبی دیگر در حوزه تاریخ نگاری مذهبی قابل بررسی و تحقیقه. چرا که در عمل هم نتوانستند ملی گرایی ایرانی را نمایندگی کنند. تأکید دوم من رو تاریخ نگاری مارکسیسم یا توده‌ای که از اروپا به ایران نیامد اندیشه مارکسیسم، بلکه از قفقاز و در خدمت پانترکیزم بود و با تجزیه و ترور به ایران آمد. در آغاز تأسیس حزب کمونیست ایران و بعد تأسیس حزب توده که زیر نظر مستقیم اطلاعات و امنیت شوروی سابق از طریق سلیمان میرزای اسکندری برای منافع بیگانه تأسیس شد و هر دو جریان اسلامی و مارکسیستی توده‌ای اتفاق نظر داشتند که انقلاب مشروطه ما را به همه چیز میرساند، اگر رضاشاهی به میدان نمی اومد و فاتحه مشروطه را نمی خوند. پایه اتحاد اسلامی ملی، اسلامی و مارکسیستی توده‌ای در آغاز تحولات دوره رضاشاهی شکل گرفته. و مجموعه این گفتار را من به تدریج میتونم با اسناد و مدارک اشاره بکنم. و اما 37 سالی که از حکومت فقها یعنی اصولگراها در ایران میگذرد که به لحاظ تاریخی شما بیننده محترم از پشتوانه 1100 ساله تئوریک فقهی برخورداره، یعنی اون چیزی که شما میبینید حکومت فقها در ایران
1100 سال کار تئوریک و مستمر داشتن تا در سال 57 به نتیجه رسیده. و بنیانگذاران فقه شیعه در آغاز شامل یک شیخ کلینی که تاریخ فوتش 328 هجری قمریه و صاحب کتاب اصول کافی است که جزء کتب اربعه است. 4 تا کتاب است که پایه فقهی شیعه‌گری را می‌سازه که 37 سال هم خودشون را با همون اندیشه توضیح دادن. خمینی مسئول این تفکره. 2 شیخ صدوق است که تاریخ فوتش 381 هجری قمری، صاحب کتاب من لا یحذر الفقی که جزء کتب اربعه است. 3 شیخ مفید است که تاریخ فوتش 413 هجری قمری و 4 شیخ طوسی که تاریخش 460 هجری قمری که با هجوم ترکان سلجوقی به ایران از طوس فرار میکند به نجف و حوزه نجف را پایه‌گذاری میکند. همین حوزه‌ای که شما میدانید 1000 سال پیش توسط شیخ طوسی پایه‌گذاری شد. و 2 کتاب دارد به نام تعذیب و استبصار. به طور کلی شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی اینها بنیانگذاران فقه شیعه‌گری هستند و 4 تا کتاب هم تمامی پایه و اصل فقه شیعه‌گریه. حالا میخوام به طور نمونه اون چی که به بهانه گرامی و شنوندگان امشب ارائه بدم، یک پایه فقهی حکومت اسلامی کنونی یا خمینیسم را از دیدگاه شیخ مفید که اشاره رفت از پایه‌گذاران فقه شیعه‌گری بوده. یعنی میخوام نشون بدم که اون چه 1000 سال پیش شیخ مفید نوشته کاملا خمینی همون اندیشه را آورد مطرح کرده. 2320 شمسی که متفقین آمدند رضا شاه را تبعید می کنند، یک جریان چپ به نام حزب توده تأسیس میشه. بقیه گروه ها و انجمن های بسیار زیاد که همگی اسلامی بودند و ادعی هم خواهان ولایت فقیه و اجرای احکام شریعت اسلام در همون آغاز 1320 بودند. 3 اون چیزی که میخوام طرح بکنم در این رابطه، اسرار 1000 ساله، اسرار 1000 ساله از حکمی زاده که فرزند مجتهد بزرگ قم هست. 1322 این جریان های اسلامی که تأسیس شدن از 1320، بزرگترین مجتهد قم تحت تأثیر کسروی قرار میگیره و میاد چیکار میکنه؟ اندیشه ولایت فقیه آنان را که نشأت گرفته از اندیشه بنیانگذاران فقه شیعه گری هست را به چالش میگیره و عنوانش رو میذاره، جزوه ای میده در 36 صفحه و اینا رو میفرسته برای مراجع تقلید، میگه که شما پاسخ بدید. بعد تقاضا میکنه که بیایید ما به بحث آزاد این مسائلی را که من طرح میکنم برای عموم ما مطرح بکنیم و کسی از مراجع تقلید پاسخش نمیده و خودش میره در 36 صفحه خلاصه میکنه و با هزینه خودش اینا پخش میکنه. و در اون زمان حزب توده هم تأسیس شده بود، ولی میبینیم که کسی که تحت تأثیر کسروی قرار گرفته میره اندیشه
ولایت فقیه را نقد میکنه ولی حزب توده بهش توجه نمیکنه. میخوام نشون بدم که 1322 گرایشی را که حکمی‌زاده نقد میکنه همون گرایش بنیانگذاران فقه شیعه‌گری هست و بعد اونو مقایسه میکنیم در رابطه با کی؟ در رابطه با دیدگاه شیخ مفید. و بعد از اون فقط به طور اشاره سال 1323 خمینی میاد برخورد میکنه با اسرار هزار ساله حکمی زاده، کشف الاسرار را مینویسه در سال 23، پاسخ میده در اصل نقد دیدگاه اسرار هزار ساله هست. فقط یک گفتار ازش ارائه میدم که ارتباط اینها و فضای سیاسی اون دوران مشخص بشه و سوم اینکه ریشه های خمینیزم را در تاریخ معاصر را ما میخواییم بشناسیم. و چرا این بحث ها را من اینها را مطرح میکنم؟ میخوام نشون بدم که با ارائه این بحث ها که جناب بهبهانی گرامی، شما بیننده گرامی، اون طوری که ما مفهوم روشنفکری را میفهمیم که غرب با نقد اندیشه های کلیسایی و ارتجاعی سالیان درازی توانستن مبارزه و مقاومت بکنند، ما در ایران روشنفکر به مفهوم غربی نداشتیم، به خصوص در دوره محمد رضا شاه. این از سال 1320 تا 1350 ما روشنفکر به شکل غربی نداشتیم. حتی روشنفکری در حد حکمی‌زاده هم ما نداشتیم. چرا؟ چون میخوام رجوع بکنم به سال بعد از اون 1341، جناب بهبهانی گرامی کتاب مرجعیت و روحانیت از طرف بازرگان و شرکا منتشر میشه و همه کسانی که 15 نفری که در اونجا مقاله نوشتن همه از رهبران حکومت اسلامی شدن. وقتی که مرجعیت روحانیت منتشر میشه و بعد دوبارم تجدید چاپ میشه، یک روشنفکر غربی این کتاب را نقد میکنه سال 43 و آقای لامپتونه که در سفارت لندن کار میکرده و همین لامپتون اسلام شناس و که به اندازه کافی و وافی مسلط بر ادبیات و تاریخ ایران بود، هم در تبعید رضا شاه نقش داشته و هم در شکل گیری انقلاب اسلامی به باور من نقش داشته که برند برای سرنگونیشا برند سراغ خمینی. همین لامپتون سال 43 میاد یک مقاله از همین کتاب مرجعیت و روحانیت را نقد میکنه، میگه اون چیزی را که بازرگان طرح کرده هنوز اون مرجع و اون فقیهان جملاتشه ارائه خواهم داد، اون نگهبانان را هنوز نیافتن. اگر اون را پیدا بکنن، سال 1343 هست، انقلاب وحشتناکی انتظار باید بکشن مردم ایران. ما از این مدل روشنفکر در ایران نداشتیم که مانیفست ولایت فقیه بازرگان و شرکا مرجعیت و روحانیت را نقد بکنه. خب من اشاره کردم که میخوام نظرات شیخ مفید را بیان بکنم که اول بار در مجله حوزه قم کار تئوریک میکنه و
و نشریه‌ای که در حوزه است به نام مجله حوزه، و این نشریه کلن کار تئوریک میکنه. کتاب‌های همه دیدگاه‌های نیروهای لائیکا اینا بررسی میکنن، نقد میکنن و کتاب منتشر میکنن. و اون چیزی رو که من مطرح میکنم توسط آقای منتظری ترجمه شده و منتظری اینا را در مجله حوزه در آغاز مطرح کرده. نظرات شیخ مفید مطرح میکنه که میخواییم خمینیزم را بشناسیم. اندیشه خمینیزم چگونه است؟ چگونه به وجود اومده؟ که در نشست پاریس پیرامونش صحبت میکنن، میخوان صحبت بکنن. شیخ مفید مطرح میکنه یک ولایت در زمینه های مربوط به قضا، اجرای حدود، تدبیر امور مسلمین و تأسیس حکومت از آن سلطان اسلام است که از جانب خداوند تعیین شده. این سلاطین که از جانب خدا منصوب شده اند ائمه معصومین اند که آخرین آن حضرت صاحب الامر است. پس خلاصش میشه که حقوق قضایی، تدبیر امور مسلمین، یعنی همین 37 سالی که بر زنان در جامعه ایران رفته و میرود، همه اینها از آن سلطان حقه اسلام. سلطان حقه اسلام کیه؟ امام زمان که جانشین پیغمبره. و حالا که اون نیست، ائمه معصومین که آخرینش صاحب زمانه. خب حالا که اون نیست، دو، در زمان غیبت ایشان اختیارات و ولایا و ولایت از جانب وی به فقهای شیعه تفعیض گردیده است. سه، چیکار بکنن فقهای شیعه؟ می توانند در صورت تمکن و بست ید وظایف سلطان حقه اسلام، یعنی امام زمان را در نبودش، بر عهده گیرند و جامعه را بر طبق احکام اسلام اداره کنند. شیخ مفید 1000 سال پیش این اندیشه سیاسی را تئوریزه کرده. اون موقعی که در اقلیت بودن، مهم نیست، اندیشه سیاسیش را مطرح میکنه. میگه اگر شما احساس بکنید که شما که نماینده امام زمان هستید، فقها احساس بکنید که حالا زمان اون رسیده، اون امکانات فراهم شده، اون توانایی را دارید، حتما باید برید به سوی چی؟ به سوی حاکمیت سیاسی و همه اموری را که متعلق به سلطان اسلام است شما اجرا بکنید. چهار، در صورت عدم تمکن، در صورتی که امکان برای شما موجود نیست، چیکار بکنید؟ فقها می توانند در دستگاه حکومت جور نیز وارد شوند و از طریق حدود الهی و حفاظت از حقوق مؤمنین را اجرا نمایند، لکن به موارد خلاف قانون خدا حتی با تقیه نیز نمی توانند عمل بکنند. منظور میگه، حالا اینجا می رسیم به انقلاب مشروطه. میگه انقلاب مشروطه شروع شده، خب فقها حرکت جنبش به سمت کسب قدرت، پس بنابراین شما باید برید جلو و حالا که این توان در شما نیست که تمامی نیرو زیر سلطه شما باشه، شما برید در انقلاب مشروطه شرکت بکنید، رهبریشو به دست بگیرید و اونجا حدود الهی را در حد توانی که در اختیار شما خداوند گذاشته، شما وظیفه دارید برید اونا پیش ببرید. که بردن پیش بردن، یعنی اومدن
انقلاب مشروطه را مشروعه کردن، جز وظایف دینیشون بود. و پنج مطرح میکنه شیخ مفید: بر مؤمنین واجب است فقهای شیعه را در اجرای امور حکومتی کمک نمایند. واجب میکنه. و این 37 سال همه بازاریا، همه قشت هایی که چه هنرمند چه نویسنده منافع داشتند در رابطه با جمهوری اسلامی، اینها برای خودشون توجیه شرعی هم دارن. از لحاظ فقهی واجب است که در خدمت حکومت فقها باشند. شش: بر مؤمنین حرام است که سلاطین و حکام جور را یاری نکنند. اینا ما در دوره دو پادشاه پهلوی، هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه، دیدیم که فقها و بازاری ها در پرداختن مالیات کوتاهی میکردند و فقها تشویقشون میکردند که چیکار بکنن در رابطه با دولت. تا میتوانید شما باید اخلالگری و اشکال تراشی بکنید به عنوان یک واجب فقهی و اسلامی. و هفت: معرفت احکام و داشتن فقاهت به علاوه قدرت بر اداره امور شرط صلاحیت برای تصدی ولایت و حکومت است. مشخص میکنه، میگه شرط تصدی ولایت و حکومت فقط در یک چیز خلاصه میشه، که باید صلاحیت داشته باشی. صلاحیتش اینه که تو باید فقیه باشی، باید احکام امر به معروف و نهی از منکر را پیاده بکنی. پس بی دلیل نیست که 37 سال است بر اساس این اندیشه سیاسی که خمینیزم ادامه اندیشه بنیانگذاران فقه 1100 ساله هست، که چیکار کردن؟ اولین کاری که کردن 700 نفر عضو کانون وکلا را منحل کردن، چون اونها از علم فقاهت بی بهره بودند. خب من اشاره کردم، حالا میخوام همین دیدگاه را شما بیننده محترم، فضای سیاسی بعد از تبعید رضا شاه که اشاره کردم یک حزب توده تأسیس شد که خودش را نماینده روشنفکری، پیشرو، پیشاهنگ و الان هم هنوزم هستند، میگن هرچی شاعر و نویسنده و هنرمند که میبینید امکان نداره که تنش به تن حزب توده نخورده باشه. به باور من بیچارگی ملت ایرانم همین بود که این اهل فکر تنشون به تن حزب توده خورد. اگر نمیخورد زندگی مردم ایران امروز به گونه دیگری بود. اگر نمیخورد ما صدها، یک نه، دو نه، ده نه، ما صدها کسروی داشتیم، ما صدها حکمی زاده داشتیم که نداشت، که محروم شدن جامعه ایران از اون. حالا وقتی که انجمنهای اسلامی تأسیس شده از سال 1320 و جریانهای اسلامی به میدان اومدن، فدایان اسلام اومده و مقالاتی نوشته شد، حتی در کیهان اطلاعات هم چاپ شد، خواهان اجرای احکام شریعت اسلام ها شدن، حکمی زاده اومد اون فضای سیاسی را به نقد کشید که فقط من گذرا میخوام اشاره بکنم. مطرح میکنه که چنون که میدانی پیشوایان دینی ما اون چه تا کنون گفته اند و نوشته اند تنها به قاضی رفته اند و دیگران هم یا جرأت نداشته اند
یا در برابر جرأت نداشته اند در برابر سخنی بگویند یا اطلاع، یا اگر هم گاهی یک نفر دلسوز و با اطلاعی پیدا شد و خواسته سخنی بگوید، از هر راه توانسته اند صدای او را خفه کردند. این که من میگویم این چیزی که شما بعد اعلام میکنه، تعدادی سوال طرح میکنه، وقتی که پاسخ نمیدن خودش به اون سوالات پرسش میده. این که من میگویم این چیزی که شما یعنی فقها طرح میکنید، نه ببخشید، چیزی را که شما دین نام نهاده اید 95%ش گمراهی است، 1322، و برای اثباتش هم حاضرم، ولی چون که گفتم یک مدعی هرچه هم درست بگوید تا گفتگوی خود را با طرف در یک جا تمام نکند، دقیق ترین قاضیان هم نمیتوانند درست قضاوت کنند، چه رسد به تو، یعنی به توی آخوند ملا. حال اگر شما راستی به گفته های خود ایمان دارید، بیایید تا این گفتگو را در یک کتاب تمام کنیم و به قضاوت عامه واگذاریم. شاید بفرمایند که ما چیزی در تصرف داریم و هر کس هم حرفی دارد خودش برود ثابت کند، ولی باید دانست که اون سد استواری که در جلوی افکار توده ها گذاشته شده بود و شما هم در پناه اون بودید شکسته شده و اکنون جز دلیل و منطق چیزی نمیتواند جلوی اونها را بگیرد. اگر داری که چه بهتر، وگرنه دیگر با سکوت و تکفیر یا فاسد العقیده خوندن و استکان آب کشیدن نمیتوان جلوی سیل احساسات مردم ایستاد اکنون، یا جواب یا استیفا. حکمیزاده اشاره میکنه از ماست که بر ماست. در ادامه میده یک تن یا یک توده وقتی میتواند به جایی برسد که راهش روشن و مقصدش معین باشد. این شرح حال 37 ساله زندگی روزمره نه فقط مردم ما، حتی اپوزیسیونی که در خارج از کشور است هم هست، شامل میشه. یک تن یا یک توده وقتی میتواند به جایی برسد که راهش روشن و مقصدش معلوم باشد، ولی مردمی که از یک طرف قانون میگذارند از طرف دیگر میگویند این قانون ها بدعت است. بدعت است یعنی نوآوری. نوآوری در اسلام شرکه و جزای مشرک هم هیچی کشته باید بشه. یعنی هر اصلی را که، هر قانونی را که، هر موضوعی که شما مطرح بکنید، مثلا ما بر این باوریم که آزادی زن بدون هیچ گونه تبصره و ماده، آزادی زن در ایران بدون هیچ گونه تبصره و ماده از نظر اسلامی، از نظر فقها، طرح این مسئله بدعت، نوآوری، شرک. چرا؟ چون نبا سنت رسول الله سازگاری داره و نبا سیرت رسول الله. سنت رسول الله در گفتارهاش بیان شده از طریق احادیث، به طور نمونه سنگسار. سیرت رسول الله آیه های قرآنی است. پس میگه از یک طرف این مردم مقصودشون معلوم نیست، مردمی اصلا گیج و گمراه، از یک طرف خواهان قانونن و از طرف دیگر کسانی که از یک طرف میگویند
مال دولت و پول مردم حرام است و از طرف دیگر برای گرفتن همون مال بر سر و شانه بالا می روند. توده که از یک طرف می گوید قانونگذاری، داخل پرانتز توضیح می ده فتوا تنها حق مجتهد است، از طرف دیگر می گویند رأی دادن به کسانی که با بودن مجتهد قانون می گذارند واجب است. چنین توده به جایی نخواهد رسید و نخواهید رسید تا راه همین است و از همین خواهد بود. این 37 سال همه نیروهایی را که به خصوص طیف اکثریتی، به خصوص نیروهایی که پشت سر خمینی توده یا سینه زدن، از یک طرف شما کیلو کیلو می نویسید که در نشریات، در صحبت، در مصاحبه، در بی بی سی جناب فرخ نگهدار میره، موقع انتخابات میشه جناب فرخ نگهدار اونجا حضور داره، صحبت از قانون میکنه، از طرف دیگر قانونگذار این مردم نیستن، قانونگذار فقیه، میگه چه این روشن فکر سرگردانه، چه اون تودهی که صبح تا غروب دنبال یه لقمه نانه. تا زمانی که این مردم با این نخبگان خودشون این گونه میاندیشن و عمل میکنن، این جامعه دگرگون نمیشه، متحول نمیشه، پیش نمیره. کی گفته؟ 1322. ادامه میده حکمی‌زاده، میگویند حکومت باید دینی باشد، یعنی خمینیسم، میگویند حکومت باید دینی باشد. اگر مقصود دینی است که با زندگی بسازد، چیز بهتر از این؟ اگر مقصود همین دینی است که امروز در دست ماست، بی پرده باید گفت که این مانند آدم کاغذی است که تنها میتوان اون را در پشت شیشه گذاشت و تماشا کرد و اگر روزی بخواهند اون را از میان اوراق کتاب بیرون بیاورند و 100% به موقع اجرا گذارند، همون روز هم باید فاتحه کشور و زندگی را خوند. ای کاش به جای بازرگان‌ها، شریعتی‌ها، ما چندین حکمی‌زاده ها می داشتیم. 1322 کار نقد اینه جناب بهبهانی، نقد باید راهگشا باشه. 1322 احلام خطر میکنه، میگه 95 بزرگ، پسر بزرگترین مجتهد قم وقتی که پدرش میرفت بخشی از روستاهای قم متعلق به اینا بود، وقتی که میرفت که بدهیاشو بگیره از رعیتا، این به جای پدرش نماز میخوند و 12,000 نفر در قم پشت سرش نماز میخوندند. خسروی قلمش اون توانایی را داشت که بتونه همچین آدمی را تحت تاثیر قرار ده. و 1322 بیاد بگه 95% اون چیزی که دین مینامید، جناب کدیور، دین مینامید، 95%ش به یک پولیسیا نمیارزه. و اگر اون چیزی که در اوراق کتاب هاست و اون چیزی که ما داریم و در حوزه اونم خونده و شما هم خونده بودید، اگر بخواید اونو بیرون بیارید، فاتحه این ملت خونده است. ادامه میده، عین همین اندیشه را چه کسی فهمیده بود؟ لامپتون با اندیشه غربی، اسلام شناس، فارسی دان، لامپتون با اندیشه غربی و این با اندیشه ایرانی، اومد به همین نتیجه رسید. سال 1341 گفت بازرگان و شرکا اگر بخواهند اونو پیدا بکنند که هنوز پیدا نکردند،
فقیه فقیهان، نگهبان نگهبانان، نگهبان نگهبانان. انقلاب وحشتناکیست، وحشتناکی در پیش است. اگر ما کشورهایی میبینیم که زندگی میکنن از خوشی، از راحتی، از آسایش برخوردارند، باید توجه کرد که روشنفکران اون جامعه در زمان حیات خودشون در شرایط مشخص توانستند که جامعه را پیش ببرند. بدا به حال جامعه ای که روشنفکرانش مرتجع ترین قشر جامعه باشند، بازرگان و شرکا، جبهه ملی، کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور، جبهه ملی خاورمیانه، روشنفکرن دیگه. خب حکمی زاده نشون میده، میگویند حکومت باید از روی عدل باشد. البته این شرطی است که هیچ کس منکر اون نیست، ولی میدانیم که اینها بهانه است، مقصود اصلی چیز دیگری است. جایی که تکلیف ارث آدم دو سر و احکام ازدواج زن جنیه را تعیین کرده اند، جایی که احکام مردگان را از دم مرگ تا سور اسرافیل نوشته اند، برای کاری مانند حکومت که پایی اول زندگی است و همه مردم در هر زمانی با اون سر کار دارند، هیچ تکلیفی معین نکرده است. حکمی‌زاده نتیجه این حکومت ها، نتیجه‌ای که به بار میده و کنفرانسی که فردا در پاریس برگزار میشه، که به باور من به هیچ وجه نمیتونن به اون مسائل پاسخ بدهن، نتایج خمینیسم ما حکمی‌زاده اعلام میکنه، میگه اگر اینا از لای کاغذها بیرون بیاورید، ولایت فقیه را ببرید اجرا بکنید، فاتحه مردم اون روز خوانده است. حالا ضرر و زیانش را بیان میکنه. یک، مردم را درباره حکومت گیج و سرگردان کرده. الان هم سرگردان شدن 37 سال. خاتمی اصولگرای خندان دو دوره رئیس جمهور شد. کسی که بعد از خمینی فرمان قاره پیمای قتل سلمان رشدی را اعلام کرد، بخش وسیعی از این اپوزیسیون رفت پشت سرش. مسعود بهنودها، اکثر رادیو تلویزیون هایی که در خارج از کشور بودن، حسین مهریا، همه پشت سر خط کشیدن، صف ایستادن پشت سر سید خندان. مطرح میکنه که یک، مردم را درباره حکومت گیج و سرگردان کرده. دو، استقلال و آرامش کشور را سست نموده. سه، به خزانه دولت زیانهای بسیار رسانیده. چهار، کارکنان دولت را به کار سست و بدبین کرده. پنج، فشار همه این خرابی ها بر دوش توده بینوا افتاده. و بعد، بسیار مهمه، شما بیننده محترم، مطرح میکنه که بیش از هزار سال است که پیشوایان و زمامداران ما دین را بازیچه یا وسیله پیش بردن غرضهای سیاسی و شخصی خود گردانیده اند. از این رو دینی که امروز به دست ما رسیده، یک آش شلق قلمکاری از آب در آمده که هر چیزش از یک جاست و از دین چیز دیگری دارد، همون اسم است فقط. توحید و تقوا که حقیقت دین است از میان رفته. شخص پرستی و دروغ سازی جای اون را گرفته. این روانشناسی 37 ساله مردم روزگار ماست که 1322 حکمی‌زاده اینو بررسی میکنه. و دین که خود یک راهنمای خدایی است، اکنون در جلوی راه خدا و زندگی سد شده.
و همین نبودن راه خود باعث پیدا شدن این همه کوره راه گردیده است. بعد مطرح میکنه که چه شد که اسلام در نیم قرن نیمی از جهان را گرفت، ولی در 13 قرن همواره رو به پستی و اختلاف رفت تا به وضع کنونی رسید. بعد نتیجه میگیره کشورهای کنونی دنیا که نگاه میکنیم میبینیم هر ملتی هر اندازه دیندار است به همون نسبت در زندگی عقبتر است. این نیست جز برای اینکه دین در همه جا حقیقت را از دست داده است و اکنون دکانی برای استفاده پیشوایان و آلتی برای مردم فریبی و این و اون شده اند. بعد یه نتیجه گیری میکنه، 6 سال طرح میکنه و اینو از فقها میپرسه، از حزب توده نمیپرسه، چون میدونن که این نیروست که بیخ و بن این جامعه را میخواد به نیستی و تباهی ببره. 6 سوال اینه: آیا ایرانیان در زمان رضاشاه آسوده تر بودند یا پیش از اون؟ آیا ادارات و نظام ایران را رضاشاه خراب کرد یا از پیش خراب بود؟ چرا این رو مطرح میکنه؟ به طور خلاصه مطرح کنم، چون 1320 با تبعید رضاشاه هم حزب توده و هم ملیگراها و هم جریانهای اسلامی نوشتند که چی؟ مشروطیت راه نجات بود و این نماد امپریالیزم که رضاشاست اومد فاتحه مشروطه را خوند و کشور را به نیستی و تباهی برد. و هم جریان‌های اسلامی می‌گفتند و هم جریان و هم حزب توده. بر اون اساس میاد مطرح می‌کنه، داره پاسخ میده، میگه شما آیا ادارات و نظام ایران را رضاشاه خراب کرد یا از پیش خراب بود؟ آیا دخالت رضاشاه در کار انتخابات به جا بود یا بی جا؟ آیا باعث ضعف تقوا و ایمان کنونی رضاشاه بود یا علت دیگری داشت؟ 5. اگر رضاشاه در برابر متفقین ایستادگی و جنگ میکرد بهتر بود یا ترک مقاومت؟ 6. رضاشاه با همه نیکی ها و بدی هایی که داشت روی هم چگونه پادشاهی بود که شما اومدید همه دستاوردهای شگرف 16 ساله را به زیر گرفتید؟ خب این 1322 بود. فقط با یک اشاره خمینی میاد به این دیدگاه به بهانه گرامی و شما بینندگان محترم 1323 خمینی میاد کشور اسرار را مینویسه و به قراری که هم اسلامی ها و هم ملی مذهبی ها و هم مصدقی ها تا به امروز گفتن به دروغم بوده و حقیقت نبوده که 1320 تا 1332 ها که هرج و مرج بود، هرج و مرج به معنای تمام بود، به عنوان دوره‌ای که آزادی همه چیز برخوردار بود از مردم، باشد ما قبول کردیم حالا آزادی بود. پس حکمی‌زاده کتاب خودشا انتشار بیرونی داده، خمینی هم کتاب خودش را انتشار بیرونی داده در نقد اون. پس حزب توده کجا رفت؟ پس نویسندگان ما کجا رفتن که بیان دیدگاه خمینی کشف الاسرار که مخفی نبوده که اینو نقد بکنن؟ خمینی میاد دقیقاً به اسرار 1000 ساله را داره نقد میکنه. ببین چه چیزی را نقد میکنه؟ فقط یک صفحه. این کشف حجاب ننگین یا نهضت با سرنیزه
برای کشور ضررهای مادی و معنوی دارد، به قانون خدا و پیغمبر حرام است. روحانی میگوید این کلاه لگنی پسمونده اجانب ننگ کشور است، استقلال ما را لگتمال می کند و به قانون خدا حرام است. روحانی میگوید این مدرسه های مختلط از دخترهای جوان و پسرهای جوان شعبت پرست عفت و ریشه زندگی و قوه جوانمردی را می کشد و برای کشور ضررهای مادی و معنوی دارد، به فرمان خدا حرام است. خمینی مطرح میکنه 1323، پس مدارس دخترانه و پسر در سرتاسر ایران تأسیس شده که خمینی بهش اعتراض میکنه. حالا یه فکت مشخص تاریخی به شما ارائه میدم. شما شنونده بیننده محترم، بنویسید در گوگل که محمود دولت آبادی و جمشید برزگر، از برنامه بی بی سی، دو بخش مصاحبه است. بخش اول دقیقه 4 را کلیک بکنید، نیاز نیست از 0، دقیقه 4. محمود دولت آبادی مطرح میکنه که 4 سال قبل از تولد من مدرسه ای در روستای ما ساخته شد و من در اون مدرسه رفتم تحصیل کردم، من مدیون اون مدرسه ام. بعد مطرح میکنه اسم مدرسه‌اش هست، توجه کنید، سلمان سعد فارسی، سلمان سعد فارسی، درسته؟ اسم مطرح میکنه، اسم مدرسه شو میگه و بعد میگه که من مدیون اون مدرسه ام. خب بعد اشاره میکنه محمود دولت آبادی که یحیی دولت آبادی گفت. چه کسی یحیی دولت آبادی؟ یحیی دولت آبادی عضو کمیته 9 نفره انقلاب مشروطه است، از رجال برجسته اواخر قاجاره و از سران جنبش بابی بخش ازلیه، درسته؟ و 11 سال تمام در انقلاب مشروطه جزء کمیته اصلی تصمیم گیری برای پیشبرد آموزش و پرورش در ایرانه، در دوره مشروطه. اون داره تعریف میکنه. اول بذار یه چیزی بگم، یحیی دولت آبادی میگه 11 سال دوره مشروطیت ما فقط پروگرام نوشتیم، هیچ کاری نتونستیم جلو ببریم. این 11 سال مشروطیت بوده. بعد همین یحیی دولت آبادی به همین یحیی دولت آبادی پاسخ میده به محمود دولت آبادی رمان نویس ما، میگه که اون 2500 مدرسه‌ای که ما بنا نهادیم پایه فرهنگ مدرن جامعه ما شد. پایه فرهنگ مدرن جامعه از کجا خوردیم؟ اینجا تفسیر منه. ما از یحیی دولت آبادی ها خوردیم. اگر یحیی دولت آبادی بیان می کرد من مدیون اون مدرسه ایم که به همت رضا شاه بزرگ از روزی که اسلام به ایران آمده بود، اسم ایران معف شده بود و اولین بار نادرشاه که به حکومت میرسه سکه میزنه به نام نادر ایران زمین، هویت ملی هر ملتی را
در پولش، در سکهش میبینند. ده قرن این کشور زیر سلطه چپاورگران و بیابونگردان ترک و مغل بود و همه سکه اسلامی زدند برای اولین بار و اسم ایران معف شده. و برای اولین بار نادرشاه میاد سکه میزنه، میگه سکه بر زر کرد نادر ایران زمین، اسمشو میاره. اولین بار نادر ایران زمین مطرح میشه. و بعد از اون ما چی داریم؟ در انقلاب مشروطه پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان تصویب میشه، باید داشته باشیم. اون چیزی که اتفاق افتاد به همت رضا شاه و نخبگانی که در کنارش بودند و اون 2500 مدرسه ای که دولت آبادی بیان کرد، فقط شما بیننده محترم 2500 مدرسه روستایی بود. در 10 ساله اول دوره رضا شاه 4000 مدرسه روستایی و هنرستان تأسیس شد. جمعیت بیشتری که در روستاها بودند از این بابت 2500 روستا. آیا در این روستاها کسانی که خواستند دخترای خودشونا به مدرسه بفرستن ممنوع بود؟ نه، ولی ممنوعیت شرعی را آخوندها پیش می بردن. در خیلی از روستاها اینها مانع شدند که دختر بچه ها برن در اون مدرسه درس بخونن. بسیار مهمه. هیچ کشوری رو شما نمیتونید نمونه بیارید که کشوری که 10 قرن زیر سلطه ترک و مغول باشه و بعد یک دفعه انقلابی بشه و 11 سال اولش یک پروگرام نمیتونن بنویسن پیش ببرن و دولت آبادی میگه اون چیزی را هم که داشتیم بدتر شد و بعد 4000 مدرسه در سر تا سر ایران و کتاب در اختیارشون بگذارن. وقتی که اینه بیایی معرفی بکنی روشنفکر، حزب توده، عامل استعمار، خب درسته که باید جریان‌های مذهبی برن این اندیشه را تحقیق بکنن و به جای اینکه روحانیتی که خمینی اعتراض میکنه از این مدارس مختلط تازه تأسیس شده، رفتن پشت سر همین سنگر گرفتن. بعد ادامه میده بررسی اندیشه خمینیزم است. بیننده محترم، خمینی 1323 پاسخ حکمی‌زاده را میده. این مغازه های شراب فروشی، مؤسسه های مسکرات سازی، مغز افراد جوان مملکت را فرسوده کرده. عقل و صحت مزاج و عفت و شجاعت و شهامت توده را آتش زده. باید به حکم خدا اونها را بست و میگساری و میفروشی حرام است. روحانی میگوید موسیقی روح عشق بازی و شعبت رانی و خلاف عفت در انسان تولید می کند و شهامت و شجاعت و جوانمردی را می گیرد و به قانون شرع حرام است. نباید در مدارس جزء پروگرام باشد. تا این دو عنصر لطیف و سریع الانفال را به هم پیوند دهد. خب ما یه جنبندی کوتاه بکنیم. اون چی که قول داده بودم بر اساس یاد داشتم که یکی یکی میخوام بهش مرور بکنم، کشفل اسرار 1000 ساله را گفتم. پایی فقهی 1100 ساله شیعه‌گری شیخ مفید را تر کردم، مقایسه کردم با کشفل اسرار 22 و بعد خمینی، ببخشید اسرار 1000 ساله حکمی‌زاده و بعد کشف الاسرار خمینی. حالا میرسیم چی را میخوام نشون بدم؟ میخوام دیدگاه ولایت فقیه بازرگان و شرکا را
در مرجعیت و روحانیت که سال 41 منتشر شده میخواییم با این مقایسه بکنیم. خب آن کاترین لامپتون اسلامشناس، استاد مدرسه مطالعات آسیایی و آفریقایی، آفریقایی دانشگاه لندن، با زبان فارسی به خوبی آشنا بود. در سالهای جنگ جهانی دوم البته مطبوعاتی سفارت انگلستان در ایران بود، مراکز مذهبی ایران را هم به خوبی میشناخته. بعد می‌نویسه که درست چند هفته پس از شورش 15 خرداد 43 تهران که منجر به بازداشت و تبعید خمینی شد، در مقاله تحقیقی مبسوطی در مجله مطالعات اسلامی لندن چنین می‌نویسه خانم لامپتون، میگه بعد از 15 خرداد که در رابطه با اصلاحات ارضی به خصوص حقوق شهروندی، شرکت زنان در انتخابات، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی به خصوص و مهم و مهم و مهم جامعه بهائی، میگه که هنگامی که با میره مقاله بازرگان در این کتاب میخونه، میگه هنگامی که مجتهدی به نام آیت الله خمینی به عنوان تندروترین منتقد حکومت شاه را با یزید مقایسه کرد، برای دولت مرکزی راهی به جز ابراز و واکنش شدید باقی نموند. دولت مدعی شد که شورش از جانب مخالفان اصلاحات ارضی و مخالفان آزادی هایی که به زنان داده شده بود رهبری شده و البته این موضوع صحت داشت. حالا لامپتون چه چیزه، کدام گفتار بازرگان را نقد کرد در سال 43 که به این نتیجه رسید که انقلاب وحشتناکی در راه است اگر اینا این راه را ادامه بدن؟ اینه، میگه به گفته بازرگان تا زمان استقرار حکومت عدل، اینا شما بیننده این محترم این دیدگاه را تطبیق کنید با اون چی که در آغاز ارائه کردم از شیخ مفید، تا زمان استقرار حکومت عدل مهدی موعود در جهان مهمترین وظیفه نهادی مذهبی ایفای نقش پناهگاهی مطمئن در برابر حکومت هاست که همه اونها غیر شرعی هست. همه این گفتار از بازرگانه، میگه از زمان مهدی موعود تا به امروز همه حکومت ها شرعی هم غیر شرعی هم. اینا حکومت بازرگان میگه، اینا حکومت جور هم. خب ادامه، از نظر بازرگان لامپتون در 96 سالگی درگذشت 2008. از نظر بازرگان اینک بررسی برای یافتن راهی به منظور به دست گرفتن ابتکار عمل به شیوه صدر اسلامی فرا رسیده و از اونجا که مرجع تقلید جانشین پیامبر و ائمه است، چنین کسی باید از صفاتی مشابه حضرت علی، البته شاید در سطحی اندکی پایین‌تر، برخوردار باشد، یعنی صاحب علم و تقوا، شهامت اخلاقی، قدرت مبارزه، توانایی داوری باشد، به عبارت دیگر پیشوایی باشد با بینش کامل در امور دینی و اخروی. یعنی چی؟ یعنی باید فقیه باشه و مسائل علمی و عملی که نه تنها قادر به کلام بلکه توانایی در گام باشد. لامپتون می‌نویسه دیدگاه بازرگانا، نفوذ این فقه ولایت فقیه در رساله بازرگان و رسالات مختلف دیگر، میگه که
روشن است و بی تردید اگر بخواهند با تمام قدرت در عملی کردن این فلسفه برقراری حکومت عدل علی در روی کره ارض بکوشند، فرجام یک انقلاب وحشتناک خواهد بود. جناب کدیور، شما در این در اون زمان چی کار میکردید؟ بعد ادامه میده، این واقعیت که مرجع تقلید تا زمان تدوین این رسالت و این رسالات هنوز معین نشده، مطرح میکنه که هنوز اون فردی را که دنبالش میگشتم پیدا نکردم، مشخص نشده. به احتمال قوی مربوط به این است که تا این زمان پاسخی بدین پرسش پیدا نشده که کدامین کس باید فقیه فقیهان و نگهبان نگهبانان باشد بدون هیچ گونه دخل و تصرفی. این متن را کسی که زبانش انگلیسی است، اسلام شناسه، فارسی دانه، اومده مراکز مذهبی را میشناسه و سال 43 اینو میمیسه و هشدار میده. خب بر اساس این اندیشه است که میگیم که اگر حزب توده، اگر اون شعرا، نویسندگان و بقیه‌ای که همشون به تن اون حزب خورده، چرا اونا هیچ کدوم نتونستن همچین کاری بکنن؟ برای اینکه اون دو تاریخ نگاری اسلامی و مارکسیستی توده‌ای معیار و ارزیابی بود. رضا شاه اومد فاتحه مشروطه را خوند، فاتحه مملکت را خوند و وسلام. درست؟ خب حالا من اشاره بکنم که به موقع به صورت مشخص همه آثار بازرگان را بررسی خواهم کرد و اشاره بکنم در تایید اون چی که بازرگان در اون گفتار لامپتون بهش استناد میکنه میخوام یه سند دیگه ارائه بدم از خود بازرگان. اینا همه مربوط به قبل از انقلاب اسلامیه. بازرگان برای اثبات این نظریهش مطرح میکنه، استناد میکنه به خطبه از علی و سوره انعام آیه 57 و سوره یوسف آیه 60 و 67 استدلال میکنه. قانونی بجز قانون خدا نمیتواند بر بشر حاکم باشد و هر کسی که فرمان خود را به جای قانون خدا بر مردم تعمیل کند مشرک است و اطاعت از وی نیز شرک شمرده میشود. خب من میخوام یک سوال اساسی جا تر بکنم. همه کسانی که در اروپا، آمریکا، استرالیا تحصیل کردن و بر پایه این که دکترا در جامعه شناسی هستند یا دکترا در تاریخ هستند، میخوان در رابطه با پدیده خمینیزم تجزیه تحلیل بکنند، آیا کافی است که استناد بکنن به مدرک خودشون که هیچ شکی هم بهش نیست و بیان هر نظری را که دلشون بخواد در رابطه با پدیده خمینی و شکل‌گیری چجوری خمینی به حکومت رسید صغرا کبرا ببافن؟ این از این که 37 سال گذشته و در سایت ها و در رسانه ها که وقتی که میز گرد میذارن، وقتی که میبینید که همه یک نوار ضبط صوت دارن تکرار میکنن. چرا؟ برای اینکه تاریخ معاصر خودشونا اون چیزی را که بهش علاقمندن در اون حوزه تنکاش نمیکنن. خب الان من میخوام
اون کتابی را که لامپتون بهش اشاره کرده و چاپ 41 که من این کتاب را داشتم به یکی از دوستانم فرستادم در یکی از شهرهای سوئد که اونا اسکن بکنه در سایتش بگذاره. من به همون مقاله‌ای که لامپتون اشاره میکنه حالا من دارم به بقیهش اشاره میکنم. بازرگان اونجا می‌نویسه اصولا این که ما بر اهل جماعت افتخار میکنیم و میگوییم اون زنجیری که باید ما بین سلسله امامان برحق و شهدای گذشته با امام غایب غالب معبوب آینده پیوند داشته باشد به دست و به وجود زعمای دین و مراجع تقلید اتصال و ارتباط پیدا کند و مرجع تقلید لازم است که تا حدودی که وسع بشری و امکان عمومی اجازه می دهد نمونه و نسخه بدلی از اصلها بوده، یک بدلی باشه از امام زمان و حاکم بر مسائل عمومی باشد. بازرگان ادامه میده حاکم بر مسائل عمومی باشد، یعنی همین خامنه‌ای که حاکم بر جان و مال و مسائل عمومی است. 37 ساله که زن ایرانی زنان ایران متوجه نیستن که در حکومت اسلامی به عنوان غنائم جنگی بهش نگاه میکنن، هر طوری که دلشون بخواد باش رفتار میکنن. اون موقعی جامعه حرکت میکنه که متحول بشه برای به هم ریختن بیخ و بن این نظام که زن ایرانی بفهمه که این در نظام جمهوری اسلامی چیه؟ این نفر که هیچ، این به عنوان اسیر و برده هست. فقها زن را در جامعه به عنوان اسیر و برده نگاه میکنن. یه سند مشخص ارائه بدم از عبدالکریم سروش در یکی از نوشته هاش. سروش با یکی از این مجتهدین روبرو میشه که با زن دست میده. دارم یادداشتشو دارم، مقالهشو دارم که مجتهد با زن دست میده. بعد ازش میپرسه که شما که باورتون این است که نباید با زن دست داد و اون مسائل شرعیشو میگه. مجتهد برمیگرده بهش میگه این نوشته سروشه، دست دادن با زن به مصابه با مس روی حیوانه. یعنی ما که در بعضی جاها ضرورتاً دست میدیم به مصابه اینی که رفتم با قوش دست میزنم سر بز، سر فی. روشنگری باید کارش این باشه که تحول ایجاد بکنه جناب بهبهانی. و تا به امروز این تحول به لحاظ اندیشه سیاسی ایجاد نشده در جامعه ایران. زن ایرانی باید بفهمه که به عنوان حیوان بهش نگاه میکنه، باید بدونه. و برای همین اگر با یک شعار که آزادی زن بدون هیچ گونه تبصره و ماده، بیخ بن اسلام چیزی برای اسلام نمیمونه، اسلام هر چی گفته و نوشته از روز آغاز تا به امروز رو زن سرمایه گذاری کرده. خب بی دلیل نیست. وقتی که فمینیست تر میشه فمینیسم اسلامی میاد، حقوق بشر مطرح میشه حقوق بشر اسلامی میاد. خب فرخ نگارا کجا هستن؟ ملی مذهبی ها کجا هستن؟ بقیه. بازرگان، ادامه گفتار بازرگان میگه برای این که خواستم روشن بکنم اون چیزی که در آغاز شیخ مفید مطرح کرد که همه چیز از آن سلطان حقی اسلام است،
آخرینش امام زمانه و بحث اون فقها هستن. حالا ببین چی میگه بازرگان. میگه برای اینکه مذهب شیعه در دورانهای بعد از بنی امیه و بنی عباس در ممالکی مانند ایران که به عنوان مذهب رسمی شناخته میشد و حمایت و آزادی تام داشت، این سنت را که حکومت باید با حقانیت و عدالت و تقوا توأم باشد و رخصت از امام امت داشته باشد حفظ کردند. بازرگان چی میگه؟ همون حرف بنیانگذاران فقه شیعه رو میگه، همون حرف شیخ مفید رو میگه. میگه که حکومت باید دست کسانی باشه که اجازه از امام زمان که جانشیناش فقها هستند و رابطش هم دیگه ملت ایران نیست، امت و امامت باشه. تا اینجا اومدیم در رابطه با بازرگان. حالا میرسیم به 6 دی 57 دیگه، درسته؟ مرامنامه و اصول برنامه نهضت آزادی. ببین چی نوشته بازرگان و شرکا یزدی و دیگران. اون که سال 41 بود، از اونجا که اسلام با جهانبینی عمومی و کلی و ازلی خود مسیر تکاملی خلقت و هدف نهایی حیات را در تقرب به خدا تعیین کرده، یک نظام جامع زندگی ارائه داده است که برتر از همه مکاتب و ایدئولوژی ها و جوابگوی همه نسل ها و عصر ها می باشد. بنا به ایدئولوژی الهی، حکومت و اکثریت حق تعمیل عقیده و وضع اصول قانونی را ندارد. اکثریت ها میگه حق تعمیل عقیده و وضع اصول قانونی را ندارد و قانونگذار علل اطلاق خداست که در حکومت اسلامی قوانین موضوعه، یعنی قانونی که وضع شده از قبل، قرآن و شریعت و مقررات ناشیه باید مبتنی بر اون اصول ازلی و موافق با اون و اجرا کننده اون باشد. بی خود نیست، بی دلیل نیست که بازرگان میره در خدمت خمینی قرار میگیره. این اندیشه سیاسی همخوان بود که بازرگان رفت و خمینی به هیچ وجه بدون نیرو و توان نهضت آزادی و بدون پیروان مصدق نمیتونست به حاکمیت برسه، نمیتونست به حاکمیت برسه خمینی بدون پیروان مصدق و بدون پیروان نهضت آزادی. و من اشاره میخوام بکنم به کتاب مرجعیت و روحانیت که 1341 منتشر شد. یکی دیگر از نویسندگان مانیفست ولایت فقیه سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی است. حالا ببین اون چی می‌نویسه. میگه کلیه امور در نظام از سیاست، نحوه تعلیم و تربیت و حکومت، قضاوت و مجازات را با اجرای آیین شریعت اسلام را خواستار میشه که مطرح میکنه دین اسلام در همه این موضوعات. این گفتاری که میخونم تماما گفتار مجتهد زنجانی است. دین اسلام در همه این موضوعات دخالت داشته و قوانین مخصوص را هم وضع نموده و استخراج از منابع احکام شریعت اسلام در نزد شیعه امامیه به 4 اصل کتاب و سنت، اجماع و عقل منحصر است. و تأکید میکنه مجتهد زنجانی که با بیشتر احکام از کتاب و سنت به منزله قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی اون میباشد
که شرط لازم و کافی برای اجرای اون را نیازمندی های علما و دین و فقهای صالحین می دانند. و سومین نفری که از برجسته ترین طراحان خمینیزم ولایت فقیه بود محمد حسین طباطبایی است که اونم در همون کتاب مقاله می نویسه در جامعه اسلامی سیرت و سنت رسول الله باید اجرا شود و روش و ولایت چند ساله اون حضرت معمول گردد و خدای متعال سیرت اون حضرت را در آیات کثیره قرآنی پسندیده و امضا نموده است. خب ما میبینیم که نه فقط بازرگان لمکن فقط اشاره کرد به جزوه بازرگان، ما محمد حسین طباطبایی و مجتهد تبریزی رو هم ارائه دادیم. الان روشن میشه پس سال 41 که این کتاب مانیفست ولایت فقیه بیرون میاد، پس حزب توده کجا بود؟ روشن فکران کجا بودن؟ اندیشه ورزان کجا بودن؟ دانشگاه های ما در چه حال هوایی بودن؟ مگر ممنوعیتی بود از انتشار این مقالات؟ من به بهانه گرامی و شما بینندگان محترم این گفتار اول من شاید طولانی هم شد در همینجا پایان میبرم. تعهدی را که ارائه کرد داشتم که عنوانش را ترک کردم به تا آخر همه را اجرا کردم. با سپاس از شما دوست بسیار عزیز آقای رحیم عدیدی ماسوله ممنونم، ولی به حال من انتظارم هم بود، یعنی پرسشم بر اساس صحبت که کرده بودیم بودش که به موضوع پیدایش ریشه ها پردازیم که شما از میانه راه در حقیقت ظاهرن آماده کرده بودیم مطلب رو، ولی امیدوارم در جلسه آینده بتوانیم به اصل ماجرا و از دوران مشروطه و اینکه شما در این فراز صحبتات اشاره میکنی به انجمن و نمیدونم انجمن خفیه و غیره و ماجرای آدمایی مثل دولت آبادی مثل ملکم اینها، دلم میخواد که از اونجا شروع بکنیم و بعد این در حقیقت همونطور که در پرسشم پرسیدم اینکه این دو خط موازیه کنار هم دیگه، یعنی بحث ملیگراها و بحث اسلامی ها رو با هم دیگه به طور دقیق دنبال بکنیم. بازم از شما ممنون و متشکرم، سپاسگزارم، تا فرصت دیگر که با شما گفتگو بکنم نظری. ممنونم آقا. خیلی ممنون. شکرم. و آقا گفتگوی با آقای رحیم عدیدی ماسوله، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر و همچنین فعال سیاسی. امیدوارم این گفتگوها کمکی کرده باشد. اگر این برنامه مورد توجه شما واقع شد ارسال لطف کنید که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سایرین هم بفرستید. به فیسبوک ما بیاید، آدرس فیسبوک ما از facebook.com/mihantv1 mihantv1 هشتگ ما هست در توییتر. خوشحال خواهم شد که پذیرای نظر شما باشم. لطف کنید وقتی آمدید اینا رو لایک کنید، نمیدونم شیر کنید، نمیدونم بخره عضو فن پیج ما بشوید، و از همه مهمتر در این پایان هفته و آخرین ساعات و دقایق برنامه و اینکه به ها فردا در آمریکا مراسم با شکوه هالوین برگزار می شود که این حالا خوشبختانه تقارنی است با شنبه شب و خب تعطیل است و روز بعدش هم یه شنبه است و این جالبه، اینکه معمولا خب این 31 گاهن به روزهای مختلف میفته، فردا باید بری سر کار، حالا که به شنبه افتاده ازت مجدانه خواهش میکنم که آهسته رانندگی کنید در خیابان، مراقب بچه ها باشید، این دلبندان مردم هستن، اینا آینده سازان هستن، دقت کنید، با احتیاط برونید، بچه ها تو کوچن،
این یه مراسمی مثل چه میدونم مثل هالوین ما، مثل چهارشنبه سوری ما، بچه ها میخوان بیان تو خیام قاشق زنی کنن، در خونه ها در بزنن و تو یک مشگردوی نمیدونم اینجا که رسم شکلاتی چیزی به بچه بدی. خواهش میکنم که با دقت رانندگی کنید. ضمناً لطف کنید ما رو حمایت مالی کنید. من از این داستان بسیار بسیار گلمندم در حقیقت که چرا همتی نمی کنید، چرا اینقدر حرف میزنید بی خودی. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. از کاوه نازنین هم در سایت پرمخاطب مردم ریپورت دات نت نهایت سپاس رو دارم که لطف میکنه و مهر میکنه و برنامه های ما رو در سایت پرمخاطب مردم ریپورت دات نت هم قرار میده. از او هم نهایت سپاس رو دارم. تا فرصتی دیگر، مرسی.